در سالهای سیاه ستمشاهی معادن، منابع و ثروت‌های ملی یا توسط خارجی‌ها به غارت می‌رفت و یا اینکه ابدان رژیم شاهنشاهی آنها را به یغما می‌بردند و مردم مستضعف قادر به جلوگیری از این چپاول‌ها نبودند و این قصه نمونه است از این جنایات. بریم از صدقه سر معدن فیروزه است. یه روزم شکم دست کشاورزی سیر نمیشه، اینو همه میدونن.
یادآوری کنم که این معدن در مراحل اولیه استخراج و اجاره سالیانه سنگینی رو به گردن من گذاشته. در ضمن کیفیت سنگ فیروزشم اونقدر که باید مرغوب نیست. من از تو انتظار دارم که حتما سعی و کوشش لازم رو انجام بدی تا هزینه استخراج پایین باشه. بله، کاملا متوجه هستم قربان. البته فراموش نشه که میزان استخراج رو هم باید در یک حد بالا حفظ کرد. به جان سر اعتماد داشته باشین، از نظر استخراج فعلا یک رقیب خوب در اختیار داریم که وجودش به پیشرفت کار کمک میکنه. همه کارگرایی که در این مدت مشغول به کار شدن از اهالی قره بالا هستن و به زودی عده دیگه ای هم از اونجا به کار میگیریم، البته با حقوق نازل مثل قبلی ها. خوبه، خیلی خوبه. راجب مقدار حقوقشون که مسئله ای پیش نیومده. خیر قربان، هرچی باشه براشون از درآمد کشتزر بهتره، چون لااقل با خوشسالی و آفت از بین نمیره. خوب حواستو جمع کن. این پدر سوخته های دهاتی وقتی از قیمت سنگ هایی که از معدن استخراج میشه سر در بیارن، اون وقتی که به نبودن آفت و خشکسالی فکر نمی کنن. ممکنه هواهایی به سرشون بزنه که اصلاً قابل تحمل نیست. اگه کسی خواست شروع کنه به فضولی، قبل از اینکه دیگرانم تحت تأثیر قرار بگیرن، خفش کن بکتاش. تفنگچیای تو غیر از محافظت از معدن و منزلت کارای دیگه ای هم از دستشون بر میاد. قربان، اون داتی ها جرات همچین غلط هایی را ندارن. باید یه نون بخورن و هزار بارم همه شکر بکنن. اگه بی‌لیاقتی نشون بدن میتونم همشون رو اخراج کنم و کارگر غیر بومی بیارم. هیچ وقت فکرش هم نکن. دردسر و مخارج کارگر غیر بومی خیلی زیاده. تو باید بتونی با همون پدر سوخته ها معدن رو به بهترین وجهی اداره کنی. فهمیدی؟ بله قربان، اطاعت میشه. این قیمت زیادیه. شاید باهات شوخی کرده. اینطور فکر نمی کنی؟ کجا پیداش کردی؟ بازی که دای پایین، پای تپه‌ریگی پیدا کردم. فکر میکنی بازم اونجا پیدا بشه یا اینکه از جیب کسی افتاده؟ خیلی صاف و خوش رنگ. این سنگ با سنگای معدن فرق داره؟ ای، اما نه خیلی بیبی. خدیش؟ بله. اما تو برو به کارت برس، فقط یادت باشه با کسی حرفی نزنی تا من سر فرصت راجع به قیمتش خودم سر گوشی آفرم. خداحافظ شما. خیر پیش، به امان خدا. خدا نگهدار. بگو اینم رجب، تو واقعا مطمئنی که قدیر اون فیروزه رو برده پیش آقا همون؟ نکنه اشتباه کرده باشی پسر؟ آخه تو که عقل درسته حسابی نداری؟ نه به خدا، قدیر فیروزه‌ای رو که تو شهر قیمت کرده بود داده به آقامو و حالا اونم بناس ببره دوباره قیمت کنه. باشه ببره نشون بده، مگه چی میشه؟ تازه اونم میفهمه که قیمتی نداره و این اربابه که داره فداکاری میکنه. بلد. من مطمئنم اون وقت خجالت زده میشه، قدر اربابو میدونه مثل من. اگه اون زحمت میکشه به خاطر ماست، تو باید از ایشون دفاع میکردی. میدونی به خاطر این سنگای بی ارزش چه دست نه والا با تو چه تو اینو نمیدونی؟ اونا چند برابر درآمد رعیتی و حشمداری دارن دستمزد میگیرن. نمیدونستم. خب حالا بدون. تو برو بابا. بیرون. مگه اتفاقی افتاده که دارین میگن؟ اینطور دستور دادن. کی همچین دستور داده؟ آقای بکتاشی یا کریم؟ مگه فرقی هم میکنه؟ معلومه که فرق میکنه. اسماعیل، بقیه هم منتظرن. این رفیقات خیلی حرف میزنن. برو نفر بعدی.
حالا دیگه این چیزا رو برای خودشون ور میدارن. به نظر من باید این سنگ از معدن دزدیده باشن. معلوم نیست بعد از این به فکر چه کارایی. بله حق با شما. قدیر که اینطور. سلام آقامون. سلام علیکم. سلام آمد آقا. سلام علیکم. قدیر، ما امروز رو رگه آخری کار کنم. کار دیروزم رو چیکار کنم؟ نصف کار هست؟ عیبی نداره، بذار واسه بعد. خیلی خب باشه واسه بعد، چه فرقی داره این رگه یا اون رگه؟ نرفتم دست و دلم به کار نمیره. همش تو فکر قدیرم. بیچاره زنش، یه چشمش اشکه، یه چشمش خون. اصلا باورم نمیشه، اون واقعا جوون سربرایی بود، همه دوستش داشتن. دلم واسه محبوب زنش کبابی. اول جوونی آفت به زندگیش افتاد. قدیرم مثل بقیه از کار تو معدن خوشش نمیاد. این همه زحمت کشید و آخرش هم این شد. خدا بیامرز جونش سر این کار گذاشت. محبوبم میگفت قدیر خیلی دلش میخواست هر جور شده از معدن بیاد بیرون و کارگر بکتاش نباشه. گمون نمیکنم مرگش اتفاقی بوده باشه. چرا اینجوری فکر میکنی؟ میگن دینامیتا اشتباه هم منفجر شده. یعنی چی؟ مگه انفجار دینامیت چیز علکیه که اشتباه شده باشه؟ نه، ولی این چیزیه که سرکارگر بکتاش میگه. یعنی اونو کشته؟ خدا عالم. چرا فکر میکنی این برا ممکنه معدنی باشه؟ برای اینکه جنس فیروزهی که قدیر به امداد با جنس سنگای معدن ما فرق داره. اونطور که قدیر خدا بیامرز میگفت باید همین جاها باشه. بریم پایین. بریم.
خب محمد، تو اون طرف رو بگرد، منم این طرف رو ببینم چیزی پیدا میشه یا اون سنگ اتفاقی این ور افتاده بوده. که گفتی آقامو و برادرش چند روز سر کار نرفتن و اطلاعی هم ندادن ها؟ بله قربان. رجبم امروز دیده که رفتن اطراف ده پایین و مثل اینکه دنبال چیزی داشتن میگشتن. باید اونا رو کاملا زیر نظر بگیریم تا ببینیم چه نقشه تو سرشون هست. بله ارباب، باید مراقبشون بود. برای چی ادبشون نمی کنین ارباب؟ آقامو برای کار ما ارزش داره. خیلی ببخشید، از شما توقع نداشتم که همچین فرمایشی بفرمایین ارباب. یعنی نوکر خانه‌زاد که سالیان سال برای مرحوم ابوی و خودتون خدمت کردم، به اندازه اون مردک ارزش ندارم ارباب. البته که داری، ولی اون رگه یاب معدن فیروزه است و از خودمونی و داری تو قلعه و در کنار من زندگی میکنی. حتی از برق خودم بهت دادم آقا، همون که کسی نیست. من به رجب میگم دورا دور مواظبشون باشه، ببینه چی کار میکنن. حتما این کارو بکن، باید بفهمیم اونا دنبال چی میگردن. از شهر که برگردم یه انعام خیلی خوبم پیش من داری. شما خیلی آقایین اربا. آقا ماشین حاضره. مرو الان میام. کلام برو. گوش کن، دلم میخواد تا من برمیگردم اینجا معدن و همه جا رو زیر نظر داشته باشی. خیلی مواظب باش. خیالتون از این بابت راحت باشه اربا. خبری دلوز؟ شبیه خاک کوه، ولی مطمئن نیستم. به نظر منم اینطور میاد، فکر میکنم خودش باشه. اگه اینجا چیزی باشه نباید بذاریم بکتاش کمترین بویی ببره. اون خیلی جالبه. اصلا بکتاش بفهمه چی میشه داداش؟ به اون چه مربوطه که اینجا معدن هست یا نیست؟ هی محمد، مثل این که یادت رفته در مورد معدن ده خودمون چی کار کرد؟ منظورت چیه داداش؟ اگه اینجا معدنی باشه بکتاش زود اطلاع میده تا چند تا مهندس بفرستن برای تجسس و بعدم ثبتش میکنن و معدن میشه ملک ارباب آقای بکتاش. زحمت و جون کندنش مال ما بیچاره ها و درآمدش مال اونا. آره حق با توه. اگه سنگای این معدن انقدر گرون باشه که خدا بیامرز قدیر میگفت، محاله که اربابای بکتاش از اونا چشم بپوشن. سعی میکنن اونا رو هم صاحب بشن. من شنیدم مالکش از اقوام وزیر و به همین خاطرم هم است که به بکتاش تفنگ چی دادن. خیال میکنی اگه به جلیل بگی راضی میشه؟ والا جلیل از کریم خوشش نمیاد. خب این درست، ولی اگر این وصلت سر بگیره یه حرفا از بین میره. شاید باعث بشه که کریم بیاد و دستاشو با دستای اهالی ده گره بزنه، گره ای که سالهای سال پدر بکتاش خودش اونو بریدن. کریم بی اجازه بکتاش آب نمیخوری. آره بی بی، مشکل کار درست همینه که گفتی. حالا تو موضوع رو به جلیل بگو، من با کریم صحبت میکنم. حالا دیگه وقتشه که برای دستی بالا بزنیم پسرم. من اونقدر بی حیا نیستم که رو حرف شما و بابام حرفی بزنم. اما من دوست ندارم داماد آدمی بشم که نوکری بکتاشو میکنه. بابات میخواد با این وصلت کدورتو رو از بین ببره. شاید کریم کم کم سر عقل بیاد و آدم بشه. این فکریه که بابات میکنه. هر جوری که بابام صلاح میدونه، ولی من فکر نمی کنم کریم به این وصلت رضایت بده. خیلی دلش بخواد تو دامادش بشی. بگی دست درد نکنه، خیلی مهم. قابلی نداره. خیلی ببخشید که حرفمون نصف کارمون. خدا ببخشید.
بفرمایید بخورید، چاییش تازه دمه. پس شما درد نکنه. بله آقا امو، فقط امیدوارم از این حرف من نرنجین. گرچه یه ضرب المثله، ولی از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز. دختر من 6 کلاس سواد خونده، من زحمت ها براش کشیدم آقا امو. اما پسر شما جلیل این بچه های دیگه است. اون سواد نداره، اونا نمیتونن با هم کنار بیان. بگو ببینم آقا عمو، اصلا چرا یکی از دخترای معمولی ده واسه پسرت خواستگاری نمی کنی ها؟ انقدر سواد بچه هاتو به رخ نکش کریم. ما هم اگه مثل تو به مال دنیا چش دوخته بودیم و برای عزیز شدن پیش بکداش خان همه کار میکردیم، مثل بچه های تو زیر سایه بکداش خان رفته بودن شهر و درس خون شده بودن، ما هم به جای فانوس توی خونه همون مثل اینجا برق داشتیم و الانه به جای گلیم زیر پای زن بچه همون فرش میداختیم. خب پهلو نزن آقا امو، اگه فکر من درست کار میکنه تقصیر من چیه؟ اگه ارباب جلوی تو بقیه همش منو تحویل میگیره، خب واسه اینه که من لیاقتشو دارم. تو هم برو خودتو درست کن. چرا کارتو تعطیل کردی؟ یعنی تا حالا نتونستی اینو بفهمی؟ بعد از مرگ قدیر دیگه دست و دلم به کار نمیره. اون معدن باعث مرگش شد. حقیقت رو بهم بگو آقا عمو، دست و دلت به کار نمیره یا اینکه چیز دیگه ای هست که ما نمیدونیم و ازش خبر نداری؟ به هر حال من فکر میکنم به صلاح همتونه که زودتر برگردین سر کار. مرحمت و عالی زیاد. سلام آبا. سلام. برو رجا بسیم. چشم. شما با این کارتون منو پلوی کریم سکه یه پول کردیم بابا. بلم کن مادر. کریم کی باشه که تو جلوش سکه یه پول شده باشی پسرم؟ من اگه این کارو خواستم بکنم به خاطر مصلحت این آبادی بود. آخه آدم آرش میاد نوکر بکداش دست رد به سینه ی آدم بزنه. کریم خیلی دلش بخواد که تو دامادش باشی. حالا اگه اون شعور نداره تقصیر بابات چیه؟ من که نگفتم بابام تقصیر داره. کریم به دو کلاس سواد دخترش مینازه و به پشت زیر پاش که از پول نوکری خریده. میرزا کریم آدم اینطوری نبود بابا جان. ممکنه بعدا تصمیمش عوض بشه و سر عقل بیاد. دیگه اگه سر تا پای دخترشو طلا بگیره من از اون دختر نمیگیرم. طبق سفارشتون یه آن از آقا عمو و برادرش غافل نبودن. امروز هم اونا معدن نرفتن، اینطور که فهمیدن رفتن تپریگی. مطمئنی؟ بله آقا، تا ده پایین سیاهی به سیاهیشون رفتن. شما به حرفای من شک نبین. خیلی خوب، ولی مواظب باش تو رو یه وقت نبینن. بله بله چشم، خیالتون راحت باشه ارباب. خبری دوتا؟ خاک اینجا شبیه خاک فیروزه است ببین. آره اینم مثل قبلی، ولی بعیده که اینجا معدنی باشه. من اینجا هیچ سنگی مثل سنگ قدیر پیدا نکردم. خیلی خلوصی داداش، اگه بزنه با اینجا معدنی پیدا بشه، درآمدش میتونه کلی به مردم ده کمک بکنه. به کاش اینطور بود، اما اگه معدنی هم باشه باز میره تو جیب اون کرکسا، به مردم ده چیزی نمیرسه.
مگه ما مردیم که کریم و اربابش بخون خرج تو بدن؟ میخواستی به زن کریم بگی اگه حنایی داری به سر خودت بمال. باید بهش میگفتی نون کلفتی از گلوی ما پایین نمیره. پناه بر خدا اونقدر وقاحت دارن که آدم مات میمونه. دستی دستی دینامیت و تلفن بیبی رو بچه یادت باشه بچه های که از بیابون اومدن بهشون بگو هیزم هم برن بیارم. هیزم نداریم آخه، همش تموم شده. بیبی جریان دینامی چی بود که گفتی؟ والا میدونی دخترم هیچی. بیبی منظورش اینه که وقتی مرد خونه مرحوم میشه، یعنی به رحمت خدا میره، اون خونه انگار با دینامیت از این رو به اون رو میشه. فهمیدی بابا جان؟ همینطوره بیبی. بله این یه مسئله قدیمیه. اصلا باورم نمیشه که قدیر مرده باشه. همش فکر میکنم رفته شهر. همین روزا هم میادش. غمت نباشه دخترم، دنیا تا بوده همین بوده. انشالله خدا بهت صبر بده. هیچ نگران نباش، همه چی درست میشه. خدا بهش رحم کرد. یکی باید جلوی اینا رو بگیره. شار به پا نکن محمد. اینقدر ساکت بودیم و تو سرمون زدن بس نیست داداش. بابا نگاه کن این بچه زخمی شده. خدایا خودت سزای این گرگا رو بده. آدمای شما ریختن توی ده تا تونستن آشوب به پا کردن، تا تونستن از کوچک و بزرگ زهره چش گرفتن، اون وقت شما میگین اونقدر مهم نبوده؟ پس به نظر شما چه چیزی میتونست مهم باشه؟ خب اینجور اتفاقات همیشه ممکنه پیش بیاد. سواری که با اسبش دنبال شکاره ممکنه یه مرتبه اسبش رم کنه و نتونه جلوشو بگیره. آه حتما میفهمین که من چی میگم. سواری که اسبش رم کنه تیر خالی نمی کنه جناب بکتاش خان. شما که اونجا نبودین آقامون، از کجا معلوم؟ شاید اگه شما به جای اون نبودین تیر در میکردین. درست نمیگم؟
میدونی اشکار اینه که شهود همیشه زیاده گویی میکنه. گلوله خودش بهترین شاهده، جاش به در و دیوار مانده. به هر حال فقط میتونم بگم که امیدوارم دیگه اینطور مسائل پیش نیاد. ولی تنها امیدوار بودن کافی نیست، باید جلوش رو بگیرین جناب بکتاش خان. شاید درست متوجه نشده چی گفتم. اسلحه اونا شکاریه با جواز از شکاربانی، کسی نمیتونه به اونا بگه که شکار نکنن. منظور منو که میفهمی؟ به هر حال خود دانید من عاقبت خوشی رو برای این کارا نمیبینم. مطمئن باش آقامو، اگه هر کسی سرش دولاک خودش باشه هیچ اتفاقی براش نمیفته. اینو بهت قول میدم، اشکار فقط وقتی به وجود میاد که کارگر و رعیت سر به هوا شده باشن و پاشون از گلیم خودشون دراستر کنن، که در اون صورت مقصر خودشونن. درست میگم؟ آقامو، زمنان کار معدن راکت شده، باید هرچه زودتر را بیفته. بکتاش یه گرگ در لباس میش، مگه بابای گور به گور شدهش نبود که زمینای مردم اینجا رو یواش یواش از چنگشون در آورد و همه رو به این سیاهی نشون؟ حالا میراثش نصیب این گرگ شده، میخواد خون همه ما رو تو شیشه بکنه. به خدا یه کارگرا رو لازم نداشت، همشون هم میمردن براش مهم نبود. بابامونه بگو که رفته باش صحبت کنه، فکر میکنه اون حرف حساب سرش میشه. من میدونم اون حالا چه غمی رو دلشه. حرف زدم اون لعنتی چه فایده ای داره؟ بابام بکتاشو خوب نشناخته. این نامرد زورگو حرف حساب سرش نمیشه. فعلا چاره ای نیست. یا الله، بشینین بشینین بابا جان، بشینین. فراموش نکنین که این قضیه مثل قضیه مشت و درفشه. بکتاش به درفشی که دستشه مینازه. آقا داداش، حالا بکتاش چه جوابی داد؟ میگفت که یک اتفاق بوده، عمدی نبوده. اگه شما باور کردید ما هم باور میکنیم. یه اتفاق بوده به همین سادگی؟ کی باور کرده؟ معلومه که به دستور خودش این کارو کردن، اون فقط میخواسته زهر چشم بگیره. برای اون خوب میدونه که این چیزا نمیتونه کوچکترین اثری روی ماها بذاره. به احتمال زیاد این کارو برای این کرده که ما برگردیم سر کار معدن. ولی این چه ربطی به حمله به یه مش زن و بچه بیگناه داره؟ حالا چی کار باید بکنیم؟ یعنی هیچ راه دیگه ای نداریم؟ چرا؟ یک راه داره. ما باید برگردیم سر همون کشت و زرع خودمون. دیگه نباید توی اون معدن کار کنیم. این بهترین راه. منظورت چی آقا داداش؟ منظورم روشنه، ما دیگه به هیچ قیمتی کارگری بکتاشو نمی کنیم، فهمیدی؟ حالا رو چجوری سر کنیم؟ یه جوری روی پای خودمون میستیم پسر. با کدوم پول؟ اگه فعلا پول کافی نداریم، در عوض بلغور و کشمش و تخم هندوانه و از اینجور چیزا که داریم، جلیل اونا رو میبره شهر میفروشه و چیزایی رو که میخوایم برامون میخره. ولی اون جاده رو بلد نیست، بچه‌م تا حالا شهر نرفتی. ماشاءالله جلیل دیگه واسه خودش مردی شده. خب اگه بکتاش این کارو قبول نکرد چی؟ قبول بکنه یا نکنه کسی سر کار نمیره. یعنی ممکنه؟ ممکنه. خدا پشت. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا نگهدار. جلیل چیه بابا؟ خیرت خوب شد.
راستی به جلیل بگو صحباتی من یادش نرا یه چیز از اونه هم باید بیاره موضوعی که میخوام بهت بگم خیلی سعی کنم حواستو خوب جمع کنی باشه پدر گوش کن بله پدر همشین که رسیدی شهر یه راست این سنگو با خودت میبری به طرف فروشی نشون میدی و قیمت میکنی از این سنگا تو معدن زیاده نباید قیمت زیادی داشته باشی یه چیزایی هست که تو نمیدونی و بی تجربه ای پسرم باید کاری که بگویم میکنم و مواظب باش کسی مرتفع نشه وقتی برگشتی یادت باشه قیمت رو یواشی که بخوام بگی خوب حالی چی گفتم بابا؟ بله بابا حالی نه زود راهی شو که غروب به شهر برسی برو باشه بابا خداحافظ به امان خدا به خودی سپرم آه دل با پس نباشی زن دو دو برو جانا سعی و سالم برمیگرد به سلامت به سلامت خوش آمد خدا نگهدار برو به امان خدا عجب به امان خدا به خدا سپردم سلام ارباب سلام کریم سلام علیکم سلام سلام آقا شما با من کاری داشتین؟ خوب شد اومدی آقا خیلی میبخشیم مسئله پیش اومده والا زیاد مهم نیست فقط اینطور که شنیدم امروز هم هیچ کدومتون سر کار نرفتین توی ده هم مثل این که خبرهایی شده جریان چیه؟ شاید از دست ما کمکی بر بیاد والا جریانی که در کار نیست چطوری بگم ما تصمیم گرفتیم برگردیم به همون کار آبا و اجدادیم مگه کار توی معدن اشکالی داره؟ خیر وقتاش کن نه کار توی معدن اشکالی نداره به شرطی که اجرتش دست کم شکم زن و بچه هامونو سیر کنه که پرداخت این اجرتم ظاهرم برای شما مرد بالاخره من باید به فکر زن و بچه هامون باشیم عجیبه خیلی هم عجیبه ولی ببینم این نظر شخص توه یا نظر بقیه کارگرام هست نظر بیشترشون همینه خب اگه اینجور راحت ترین من هیچ حرفی ندارم البته بدون که تو این راه به نتیجه نمیرسیم و مطمئنن همین حقوقم که اینجا میگرفتیم دیگه نصیبتون نمیشه خیلی از راهنماییتون ممنونیم بریم جلو ببینیم چی میشه ما فکرمونو قبلا کردیم بله به سلامت پدر سوخته حالا واسه من نقشه میکشم شما که میتونین از پسشون بر بیاین ارباب پس واسه چی اینقدر ناراحت شد تو آدم احمقی هستی کریم چرا ارباب؟ ببینم تو این چند ساله هنوز راه و رسم کار منو بلد نشدی؟ نه ارباب آره میدونستم باید بفهمیم جلیل چرا داره میره شهر مسلمان فقط واسه فروش غلات نمیره من یه فکری کردم رجبا همراهش میفرستم باهاش بره شهر باید یه کاسه زیر نیم کاسه باشه این پدر سوخته ها رو سر جاشون میشونم حقوق ماه گذشته رو بهشون نده بگو فعلا پولی در کار نیست کاری میکنم که برگردن و به پون بیفتم به نظر من اگه شما اونا رو ادبشون نکنین هر چی که بگذره پروتر میشن هر با اونا باید یاد بگیرن که حد و حدودشون چیه هیچ وقت نباید اینو فراموش کنن متوجه شدین؟ اصلا غلط زیادی میکنن بی جا میکنن وقتی شما هم فرمودید بازم فضولی میکنن هر بار آره اونا به زودی برای همیشه یاد خواهند گرفت که ولی نعمتشون با نمک نشناسا چطوری رفتار میکنه بله هر بار همینطوره هر راستی که مونده بود فراموش کنم کریم رجب کجاست؟ الان بگم بیاد هر بار اصلاه که میگین از شما بعیده ما این همه تو معدن جون کنیم حالا پول تو صندوق نیست یعنی چی؟ ما کار کردیم مزدمونه میخواییم درسته؟ راست میگه آقا کریم والا بنده بی تقصیرم فعلا این هفته رو من ازتون میخوام کار کنین تا ببینیم چی میشه طوری نیست این مدت شما بدون ما کار کنید تا ببینیم چی پیش میاد یالا بی بریم ابراهیم Francesco.
بشین بریم بچه‌ها. بلند شین بریم بچه‌ها. بریم. از موز خبری نیست. دارن ما رو سر میدونن. حالا هم کاملا درست بود بابا. افراد بکتاش همه جا رو زیر نظر دارن. همه جا؟ آها، همه جا. پس یه خیالایی دارن، خدا رحم کنه. بکتاش میخواد جلومونو بگیره، میخواد ما رو برگردونه سر کار. اگه شما بر نگردین سر کار چی میشه؟ مشکلات بکتاش خیلی زیاد میشه. اون چه مسلمه تو ده کارگر چندانی پیدا نمیشه. خب اون میتونه بره کارگر غیر بومی بیاره، این که کاری نداره. چه جوری؟ از کجا اسمایی؟ خب من چه میدونم؟ یه فکری میکنه. برای اون نباید کاری داشته باشه. ده ما از شهر خیلی پرت. خدا کنه جلیل زود بیاد. جلیل؟ آره مادر. اگه راه رو بسته باشن چی؟ نه ایش دلیلی نداره که اونا همچین کاری بکنن. علاوه اونا فقط فکر میکنن که جلی برای فروش جنسا رفته شهر. من مطمئنم چیز دیگه ای نمیدونن. مگه چیز دیگه ای هم هست؟ خب آره من به جلی سفارش کردم سنگ قدیرم یکی دو جان نشون بده. یعنی الان سنگ دست جلیله؟ بله، لازم بود مزنه از قیمت اون سنگ داشته باشیم. انگار که همین دیروز بود با همین راه میرفتیم شهر. به من که این چند روزه خیلی خوش بده. هم سفر خوب داشتم همینه دیگه. بعضی وقتا فکر میکنم اگه تو با هم نبودی خیلی به هم سخت میزد. درست نگفتی؟ اینقدر به این طلافروشی ها سر میزدی این طلافروشی چیکار؟ نکنه میخواستی واسه نامزده دنگشگر بخری؟ کدوم نامزد؟ من که نامزد ندارم. خب حالا تو میگی بابام گفته بیاد میخوام برای زن بگیرم، یعنی که به خودم نگفته که بابات خیلی عجله داشت که زودتر برش دارم. آره اما خودمونیم زیادم عجله نکردیم. شاید هم میدونست رو به ما نگفتی جنبش میگم این تلا. گفتم که همینجوری میرفتم تلا رو تماشا کنم. بیشتر فکر بکرم خرید سوقاتی بود. سوقاتی؟ برای فکر فامیلا. وایسا ای اونجا رو نگاه کن. چرا جاده رو بستن؟ نمیدونم. بیا با هم کمک کنیم این سنگا رو از وسط جاده برداریم.
تو چه فکری آقام؟ نمیدونم چرا دلم شور افتاده. چرخای گوری رو میشنوی؟ پسرم اومد، اون چارقد شرشره دارم و برام آورده. صدای گاری جلیله. جلیل اومد. جلیل اومد. جلیل اومد. جلیل اومد. یه خبر خیلی خوبی برات دارم کریم. فردا دو تا از مهندسی میان برای جستجوی معدن جدید. قدمشون روی چه؟ یادت باشه سعی کنی ازشون خوب پذیرایی کنی. کار اونا برای ما خیلی مهمه. از این لحاظ خیالتون جمع باشه هر با. اگه به نتیجه برسن و معدنی پیدا بشه دیگه نونمون تو روغنه. یه فرصت استثنائیه. ببخشید هر با، یعنی معدن جدیدم مال جناب وزیر میشه یا مال کسی دیگه؟ اینجا هرچی از مال ایشونه.
همه چی؟ این پرسیدن نداره که اینو که میدونم همین طوری پرسیدم هر با شاید ما بتونیم اونجایی که آقامو و برادرش میگشتن معدن جدیدی پیدا کنیم باید مشکل کارگرمونو هر چه زودتر حل کنیم و این خواست جناب وزیره حالا از هر راهی که لازم باشه فهمیدی که چی گفتم؟ گمونم هر با خیلی خوب حالا یه قلیون برام چاک کن که خیلی خستم چشم عرباب چشم آخه بدون این کفش جوف کنم خیر محمد اینا سنگ فیروزه نیست آهای بابا چی شده که؟ آهای بابا چیه ابراهیم؟ سلام. چی شده؟ سلام چرا هوار میزنی ابراهیم؟ اینجا چی کار میکنی؟ دو تا مهندس معدن دارن میانده مهندس معدن؟ آره اونا سراغ راهو میگرفتن سراغ راه؟ چطور؟ میخواستم برن طرف منزل بکتاش خوب کردی خبر دادی امو جان حالا بذار از اینجا برو راستی ببینم امو جان از کدوم طرف رفتن؟ از پشت تپه پیچیدن ببینم شما اینجا دارین چی کار میکنین ها؟ زمینه برای چی کندینه دارین میگردین ها؟ زودتر جمع کن از اینجا بریم تا مرا ابراهیم برو آره برو امو جان از اینجا برو زود باش خیلی خوب خیلی خوب الان میرم میخوام قبل از این که اون مهندس ها بکتاشو ببینم باهاشون حرف بزنم سلام پدر جان ببینم کاری داشتی؟ بله عرض داشت خب بگو ببینم پدر چی کار داشتی؟ شما مهندس هستی؟ بله همینطوره منظور شما صاحب معدن دهو میشنسین آقا چطور مگه؟ اسم من آقا موه رگیاب معدن فیروزم و تو اون آبادی زندگی میکنم ما یه شکایتی داشتیم و میخواستیم در اولین فرصت به گوش صاحب معدن برسونیم شکایت در چه موردی؟ اون چی میگه؟ منظورش از این حرفا چیه؟ بیشتر توضیح بده، متوجه نشدم والا قضیهش خیلی مفصله کار تو معدن کار شاقی، حتما شما اینو میدونین به علاوه درآمدش هم برای کارگرها یه چیز بخور و نمیره در ضمن یه چیزایی هم در کار هست که یه عده رو خیلی ناراحت و آسی کرده بعضی از کارگرها تصمیم گرفتن برن پی یه کار دیگه اما نه تنها طلبشون رو بهشون نمیدن اذیتشون هم میکنن اگه شکایتی داری باید به مسئول معدن بگی تا اون فوراً رسیدگی بکنه ای آقا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ما هرچی میکشیم از دست ایشونه به هر حال ایشون در این مورد اختیار تام داره از راهنماییتون خیلی ممنونم ببخشید که اشکالی نداره خدا حافظ خدا حافظ در امان خدا خدا نگهدار خدا حافظ خدا حافظ پاداشی که با پیدا شدن معدن گیرم میاد فکر میکنم به نظر من تو خیلی خوش خیالی دوست عزیز آدم عاقل برای چی متوجه نیستی؟ شانه ما رو زده بدون شک اگه موفق بشیم موقعیتمون خیلی فرق میکنه من نمیتونم مثل تو فکر کنم اصلا ولش کن این صحبت هم بیفایده است با مدیر معدن میشناسی مانده زیاد نه ولی یه چیزایی راجع بهش شنیدم فراموش نکن اگه معدن جدیدی هم پیدا بشه اون مدیرش میشه یه گروه مسلح هم داره برای حفاظت از معدن فیروزه؟ این یه جزی از کارشونه خب حتما جز دیگه‌ش هم گوشمالی دادن کارگراست مگه نه؟ برای همینم پیرو مرد شاکی شده بود دیگه چی شده؟ به چی خیره شدی؟ اونجا رو جادرم کنترل میکنم اینا دیگه زیادی مطلب خشخاش میذارن مهندس مثلا فکر میکنن چه خبره؟ من فکر میکنم شنیدن حرفای پیرمرده واسه بکتاشون خیلی جالب باشه نظر تو چیه؟ حق با تو هم حتما خیلی تعجب میکنم
باز شروع شد. از صبح تا حالا درست این چهارمین انفجاریه که کردن. از صداش معلومه که طرفای تپه ریگیه. مثل اینکه آمدن دنبال معدن میگردن. اونجا هیچی پیدا نمی کنن. ممکنه وقتوش کارگر غریبم بیاره تا معدن رو بچرخونه. آوردن کارگر غریبه زیادم ساده نیست. با پول کمی که اون میده فکر نمی کنم براش کار کنم. البته برای ما هیچ فرقی نمی کنه. فقط باید کار و فعالیت رو شروع کنیم. آره باید کم کم شروع کنیم. تو باید زمین رو شخم بزنی محمد. اسماعیل هم کمکت میکنه. ابراهیم هم گوسفندا رو را میندازه میبره بیا. بیبی تو همون سیاه تو بردار. روح مرده ناراحت میشه. من بهتون قول میدم که با دست پر برمیگردیم انشالله. میدونین به نظر من این ده پشت معدن فیروزه سواره. بده خدمت آقای مهندس. خیلی ممنون. من که عرض کردم درسته. پس بده به جناب ایشون. اون حرومش میکنه. من هنوز خودم سر پا. بچه از تو جیب رجب داره بردن. تو جیب رجب؟ آره داداش. ببخشید ارباب، به نظر شما اونا خوب تپه‌ریگی رو گشتن؟ آره، ولی به نتیجه ای نرسیدن. ولی باید اونجا معدنی باشه، من که باورم نمیشه. در هر حال برای من خیلی بد شد، چون گزارش دادم که یه معدن دیگه هم خودمون پیدا کردیم و مهندسا رو فقط برای تایید بفرستن. فعلا که اینطوری شده و کارش هم نمیشه کرد. خب امیدوارم بهتون بد نگذشته باشه. این طرفا بازم تشریف بیارید. ما اینجا تنهاییم. از اینکه شما رو ببینیم خوشحال میشیم. این مثلا برای من بی سابقه بود. ما تقریبا اطمینان داشتیم که اونجا باید یه معدن دیگه باشه. واقع میگم. بله بله میفهمم. میدونم چی میگین. البته در این که احتمالش وجود داشت شکی نیست. ولی خب دردسر زیادی داشت. اونم بدون نتیجه. به هر حال کاریش نمیشه کرد. امیدوارم که ناراحت نشده باشه. نه به هیچ وجه. خب اگه اجازه بدیم دیگه زحمت کنم. اجازه ایمام دست شماست. فقط ازتون خواهش میکنم در مورد حرفای اون دهاتی هم با کسی صحبتی نکنیم. موفق باشی. متشکرم. به سلامت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. من فکر نمی کنم این بکتوش آدم لایقی باشه. وضع معدن با اونی که وزیر میخواد خیلی فرق داره. چطور میگه؟ منظورم راکت بودن فعلی معدنه. اون وظیفه داره هرچه زودتر کار رو را بندازه. این مسئله به ما ربطی نداره. صاحب معدن باید از این قضیه دلخور باشه نه ما. مردی که تازه میخواست خود شیرینی کنه و دستخوش یه اکتشاف هم بگیره. خواب کجاست؟ تو حسنه. ارباب رجب اومده بود پیش منم میگفت که تصویر جلیل و اون سنگ فیروزه رو که برداشته بوده داداشای جلیل دستش دیدن و ازش گرفتن. خب چی گفتن؟ ازش پرسیدن که اینا رو چطوری پیدا کرده. رجبم به تته پته افتاده و گفته تو جاده‌ای که میومده رو زمین افتاده بوده و برداشته. هیچ غلطی نمیتونم بکنم. اصلا به فکرش نباش. فعلا باید به فکر کارهای معدن باشی. برم. کریم، میخوام یه کاری برام انجام بدی. همین الان برو پیش آقامو بگو که میخوام برگرده سر کار. پیش آقامو هر بار؟ تا کی میخوای لب رو هم بذاریم و حرفی نزنیم؟ ما اگه اجرتمونو چند برابرم بکنه دیگه سر کار معدن بر نمیگردیم. کار برای اون از خدا بی خبر؟ بس هرچی که به ما ظلم کرد و ما حرفی نزدیم دیگه کار کردن برای اون در هر شرایطی محاله. حالا داری اشتباه میکنی آقامو. اون اونقدرام آدم بدی نیست. دستوردار کریم، دستوردار. تو خودت هم میدونی که داری دروغ میگی. تا اونجایی که من میدونم تو نسبت به زندگی من و مردم نظرتنگی داری. نظرتنگی به مال داره. دنیا؟ مال دنیا هیچ وقت برای ما ارزشی نداشته. ما دنبال مال دنیا هستیم یا بکتاش؟
ما نظر تنگیم یا اون که داره نداره این مردم رو بالا کشیده و میخواد جیباشو پر بکنه. اتفاقا اون بیچاره آدم خیرخواهیه، همیشه همه کمک کرده، حالا یه عده ازش توقع زیادی دارن. خب به اون چه مربوطه؟ میخواد همه نوکرش باشن و همه رو به خاک سیاه بنشونه. به خودت بیا مرد، بر ما میاد. کدوم مصیبه؟ مرگ قدیر، کشته شدن پسرم جلیل. اونا با تو هم قوم خیشی داشتن، مگه نه؟ خوب اینو اتفاق دیگه میفته. نه اتفاقی نیست، تمامش عمدیه. خودت بهتر میدونی کی این خون ریزی ها رو راه انداخته. کریم تو هم که همراهش هستی، مثل اون فردای قیامت مسئولی. من چرا مسئول باشم؟ برای این خونای ناحقی که ریخته و میریزه، برای اینکه تو این آبادی بکتاشر ظلمی بکنه، تو هم در اون دست داری و آگاهانه بهش کمک میکنی. خیال نکن اگه اون به ظاهر قدرتی داره، این قدرت همیشگیه و هیچ وقت از بین نمیره. نه، بساط ظلم آخرش سرنگونه. آدمیزاد اگه ذره شرف تو وجودش باشه، با جان و مال مردم اینطور بازی نمیکنه. تو حق نداری به من تهمت بزنی. به هر حال من پیغام اربابو به تو رسوندم، به نفعته که خودت سر عقل بیایی، دیگه خود دانی. خداحافظ. کریم فراموش نکن من فردای قیامت از تو و اربابت بکتاش نمیگذرم. با گذارتون میکنم به خدا و مطمئن باش که سزای کارتون رو میبینی. خداحافظ. خودی خونه تو کثیف میکنی. این مردی که عقلش کمی. عقلش کم نیست، تمه کورش کرده. نگران نباش، بلایی به روزگارش ما میارم که برای خاطر یه لقمه نون و حمالی تو معدن بیان التماس کنن. به زودی میبینی. Thank you.
خوش تقصیر آقامون. نمیمونی حالا فردا صبح آقا مو داره دستش میان با گردنهای کج از ما کار میخوان. اون وقت ما چی کار میکنیم؟ خب میذاریم تخت بالا و میگیم به کارگرت یه سرده آقا چی میشن؟ چون راهی برای رفتن به کار ندارن از گشنگی میمیرن. برو مرغل و بردار بیار پدر سوخته، حتما زغالش خاکستر شده. بسن برو قله بالایی. آره همینطوره برو. ازتون راضیم، خیلی شیرین کاشتی. چطور؟ زخمی شدی عمو جان؟ حتم دارم حالت خوب میشه عمو جان. مهم چی میشه؟ باید میامد. آره عمو جان، طاقت انسانم حدی داره دیگه. زندگی واسمون نذاشتن که دلمون به چیزی خوش باشه. بالاخره باید یه کاری میکردیم عمو جان. کی هستی؟ منم داداش. کجا بودی؟ خونه بکتاش. این که؟
چرا جواب نمیدی؟ ندادن اسماعیلو خاکش کن تفنگو از خاک بکش بیرون تفنگم شکسته ما میتونیم با تفنگ خودشون جلشون بایسیم محمد چی شده دیدی؟ انگار آدمای بکسه شکستن تو ده
زور نزن، دستات خراش بر میداره، دکتاش خواهد. از من چی میخوای؟ حق مردمو تا باس ظلمایی که کردی. خیلی خوب، اگه پول و فیروزه میخوای توی این ماشین پره، اگه معدنه میخوای مال تو. فقط چشماتو ببند و بذار من از اینجا برم. خیال میکنی اگه تو روت وایستادم به خاطر خودمه؟ خیال میکنی اگه سه تا جوون از دست دادم به خاطر اینه که خدایی نکرده زر و زیور به گردن عیالم بیفته؟ نه، به خاطر مردمیه که نونشونو به خون دل و عشق چشم تلیت میکنن و حقشون به جیب آدمای ظالمی مثل تو میره. به خاطر اینه که صدا رو تو جلوی ما خفه کردین تا به گوش هیچ احدی نرسه. حالا که کسی حاضر نیست به داد ما برسه، دادمونو خودمون میگیریم. جان من و توییم، میخوام برای یک بارم که شده زجر رو تو چشمات ببینم. زجری که سالها تو و پدر تو دل ما کاشتیم و وقت درو به ناله ما خندید. اگه منو بکشی اعدامت میکنن، میکشنت. قانون به این سادگی ها ولت نمیکنه. کدوم قانون؟ قانونی که فقط به منفعت امثال توه یا قانون خدا؟ قانون درست قانون خداست. قانونی که تو و امثال تو با اون غریبه و بیگانه هستین. دیگه قانون دلخواهت نیست که صدا تو بشنوه. هر کی دلت میخواد فریاد بزن، داد بزن، داد بزن و التماس کن. اما صدات به گوش کسی نمیرسه، همونطور که صدای ما نرسید. دیگه کفگیرت به ته دیگ خورده، بکداش خان. میخوای با من چیکار کنی؟ کاری که تو با دیگران کردی، کاری که آدمای تو با اهالی ما کردن. پاسگاه از سو آبادی برداشتی تا هرچی میخوای به سر ما بیاری. پس به امید کمک امنیه ها نباش، میخوام مثل سگ بکشمت. بعدم هرچی میخواد بشه. تکون نخور هرون زده. کار تمومه. اصلاحاتو بنداز و ایلا مغزتو داغون میکنم. خیلی بلبل شدی پافتی، درست فهمیدی؟ سه تا بچه ها تو من کشتم چون این خودت فضول بودن. دهن آدم فضول اخلالگر رو باید بست، مثل دهن تو. میبینی که این بارم صدات به گوش کسی نرسید آقامو. خیال کردی اون چه که دارم به آسونی به دست آوردم که راحت از دست بدمش؟ منو از مرگ نترسون هرون زاده. تو که بلندی پشت تب که برسه. پس بزن. خیال کردی نمیزنم؟ او رو لادست پسرات.